سلام، مهمانی برنامه امروز ما همکارم از رادیو فردا آرش حسنیاست و در باره سفر قریب الوقوعی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به تاجیکستان با او صحبت میکنیم. آرش، در آستانه سفر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به دوشنبه در ایران، در رسانه ایران چی گفته میشود؟ عمده خبرهایی که پیرامون سفر آقای روحانی به تاجیکستان در نشریات ایران منتشر شده از چند روز قبل آغاز شده، از زمانی که آقای حمید چیتچیان وزیر نیرو به تاجیکستان سفر کردن، همینطور آقای غلام حسین شافعی که رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران هستند که در واقع نماینده بخش خصوصی اقتصاد ایران هستند، که ایشون هم به تاجیکستان سفر کردن. اخبار مرتبط به این هست که دهمین کمیسیون همکاری مشترک ایران و تاجیکستان قرار هست برگزار بشه. از این بابت اهمیت داره که نهمین دوره این کمیسیون همکاری مشترک در خرداد ماه سال 91 برگزار شده بوده و سال 92 این کمیسیون مشترک برگزار نشده بوده. به نوعی این رو سرفصل تازه‌ای از روابط، آغاز روابط ایران و تاجیکستان تلقی می‌کنند، به ویژه اینکه نخستین سفر آقای روحانی پس از انتخاب شدن به عنوان رئیس جمهوری ایران به تاجیکستان هست. از این بابت اهمیت ویژه‌ای قائل شدن، به خصوص اینکه در تمام تحلیل‌هایی که من در نشریات دیدم و اخباری که مرتبط با همین موضوع منتشر شده، خیلی به زمینه‌های مشترک فرهنگی، به ویژه همزبانی دو کشور و اینکه زمینه‌های همکاری اقتصادی خیلی زیادی بین دو کشور وجود داره که تا به حال مخفول مونده و میتونه اونها رو احیا بکنه صحبت شده. و واقعا در ایران چی میگن، در کدام عرصه‌ها با تاجیکستان میتونن بیشتر همکاری بکنن؟ من وبسایت وزارت نیرو رو که عمده همکاری ها قرار هستش، که با توجه به اینکه وزیر نیرو آقای چیتچیان هم در تاجیکستان هستن، عمدتاً در این حوزه همکاری ها قرار هستش که توافقنامه های امضا بشه. گویا 10 سند همکاری مشترک تهیه شده که احتمالاً در این سفر امضا خواهد شد. عمده همکاری ها پیرامون در حوزه حمل و نقل، به ویژه راه آهن، احداث تونل و مبادلات انرژی هستش، که خب یک سابقه همکاری مشترکی هم بین ایران و تاجیکستان بوده پیش از این هم. گویا در این سفر برنامه این هستش که از فاز دوم نیروگاه برقابی سنگ‌توده 2 بهره برداری بشه و توربین دومش راه اندازی بشه. بحث تونل استقلال هستش که گویا قرار هست که مقام های دو کشور از این پروژه دیدار داشته باشن. و عمده بحث ها پیرامون مبادله آب و انرژی در ایران گفته شده که در این سفر مورد توجه قرار میگیره. البته بقیه حوزه ها و دیگر حوزه های اقتصادی هم مورد توجه رسانه ها بوده، از جمله زمینه همکاری های مشترک، صدور خدمات فنی مهندسی ایران به تاجیکستان و اساسا کل فضای اقتصادی. و در تاجیکستان میگویند که در عهد روحانی که از اون یک سال گذشت، همکاری های اقتصادی تاجیکستان و ایران به حد سوس شدند. سبب چیست؟ حکومت روحانی بیشتر به موضوع مهمتر به مثل مذاکراتی هسته‌ای مشغول بود یا چیزی دیگر؟ این انتقاد در ایران هم به دولت آقای روحانی بوده، اما به هر حال اولویت‌های دولت آقای روحانی اولویت‌ها به ویژه در حوزه سیاست خارجی اولویت‌های دیگری است. به هر حال پرونده هسته‌ای ایران خیلی وقت و انرژی این دولت رو گرفته. نشانه هایی هم برای این انتقاد منتقدان دارن، مثلا اینکه یک سالی هست، حتی بیش از یک سالی هست که ایران در تاجیکستان سفیر نداره و سرپرست اونجا اداره میکنه سفارت تاجیکستان رو، سفارت ایران در تاجیکستان رو. اما من فکر میکنم با توجه به برخی گزارش هایی هم که جست و گریخته منتشر شده، شاید اسم آقای زنجانی و اون اختلافاتی که بر اثر سرمایه گذاری ها یا به هر حال همکاری های مشترک اقتصادی که گفته می شد آقای زنجانی با دولت تاجیکستان داشته، مبنای این بوده که شاید این روابط سیاسی دو کشور کمی سرد بشه. شاید این سفر که هم هیئت بلندپایه‌ای همراهی میکنه آقای روحانی رو و هم تعدادی حدود 35 نفر از اعضای اتاق بازرگانی ایران، یعنی فعالان بخش خصوصی اقتصاد ایران در این سفر همراه هستن، شاید بتونه سردی روابط بین دو کشور رو، این یخ روابط رو بشکنه و روابط یک بار دیگه بالا بگیره. سال گذشته
مبادلات تجاری دو کشور 220 میلیون دلار بوده که خیلی ناچیزه، اما اونطور که وابسته اقتصادی سفارت جمهوری اسلامی در تاجیکستان گفته، پیش بینی هستش که امسال به حدود 500 میلیارد دلار برسه، که خب این دو برابر شدن مبادلات تجاری رو خبر میده که اگرچه کافی نیست و میشه بیشتر از اینها باشه، اما نشان از این داره که دو کشور به فکر گرم شدن روابط بینابین هستن. تشکر. همکارم آرش حسنیا بود، از رادیو فردا صحبت میکرد.